قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در تیTV. خانمها و آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوص عزیزانی که این برنامه را از ایران می‌بینند کلاس کلاس امروز ما در مورد کلاس این ساعت ما نه، امروز ما این ساعت ما در مورد آم سرمایه گذاری هستش و کسانی که برای من ایمیل فرستادن از طریق ویزای ای دو یا گرین کارت سرمایه گذاری میخوان به آمریکا بیان همونطوری که شما ایزان میدونید ویزای ای دو ویزایی هستش که حداقل نداره با خریدن یک تجارتی یا یک بیزنسی در ایالات متحده یا تأسیس کردن بیزینسی که یک تجارتی که شما بیاین خودتون کار بکنید و چند تا کارمند داشته باشید جوابگوی ویزای ای, ای دو ممکنه باشه این ممکنه دقت کنید برای که کنسول آمریکا حق داره که ویزای ای, ای, ای دو رو رد بکنه یا یعنی اینکه کنسول آمریکا حق داره که بتونه که برای ویزای ای, ای, ای دو دلیل بیاره که این بیزینس کار میکنه نمیکنه یا هر چیز دیگه که باشه گرین کارت سرمایه گذاری برای اشخاصی هستش که حداقل 500 هزار دلار یا روی خودشون یا روی مراکز منطقه‌ای سرمایه گذاری بکنند و حداقل ده تا کارمند در عرض دو سال ایجاد بکنند. آم، گرین کارت سرمایه گذاری الان در حدود سه سال طول میکشه که شما بتونید که وارد ایالات متحده بشید ویزای ای دو بستگی داره به کنسولگری ولی قاعدتا بین یک سال تا تقریبا یک سال یک سال و نیم به شما جواب میدن جواب میدن اون جواب ممکنه مثبت نباشه روی حساب باید شما دقت بکنید که خرج، خرجتون چقدر خواهد بودش ضرر و زیانتون چقدر خواهد بودش که بتونید که درست تصمیم بگیرید بر حسب همین اجازه بدیم که کمی سوالا رو جواب که بدیم ممکنه که بتونیم که در طول این سوالها بتونیم که خیلی جوابها رو متوجه بشیم و بیشتر این بحث رو باز بکنیم آقای محمد میگه که من ملک یا دارایی به نامم نیست و بیشتر دارایی ها به نام مادرم است میخواستم بدونم با این شرایط میتونم برای سرمایه گذاری در آمریکا اقدام کنم بله مادر ملک رو میفروشن به شما هدیه میدن رسمی این کار انجام بدیم پول میاد تو حساب شما از حساب شما با طبق قوانین آمریکا وارد آمریکا میتونه بشه از لحاظ مالی توانایی سرمایه گذاری به اندازه دیویس هزار دلار یا بالاتر رو دارم مادر من گرین کارت آمریکا رو داره و پدرم هنوز گرین کارتش نیومده اما به زودی قراره بیاد. خودم ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت هستم، متأهل نیست هستم. یک شرکت کامپیوتری به همراه سه نفر دیگر بیشتر از دو سال پیش ثبت کردیم و من عضو از هیئت مدیره اون شرکت و صاحب 25 درصد اون نیز هستم آقای محمد به نظر من از تمام اطلاعاتی که شما الان به من دادید شما ممکنه که بتونی از طریق ویزای ای دو بیای ولی دوست دارم اینو بدونی ویزای ای دو به کار تبدیل نمیشه یک متعهلی فکر بکن که آیا اگه دوام دیویس هزار دلار سرمایه هستش چه اگر که خدایی نکرده کنسول آمریکا پرونده رو رد کرد چقدر ضرر زیانت خواهد بودش قاعدتا شما باید یک دونه تجارتی رو اینجا یا بخرید یا قولنامه کنید اگر کنسول پرونده شما رو رد بکنه آماده باید باشید اشخاصی که ویزای ای دارین فکر میکنید یک چیزی در حدود یک چیزی در حدود سی تا پنجا هزار دلار ممکنه که ببازید چرا؟ یک بیانه بلاعوض باید شما به فروشنده بدید که اون بیزنس رو نگه داره اگه بیزنس جایی و تحسیس هستش خرچ های اولیه رو شما باید انجام بدید اینکه آماده بکنید خودتون رو برای ورود به آمریکا اینا رو کنسول میخواد ببینه و میگن که چه قدم هایی رو برداشتید و این قدم رو که بردارین باید پول خرج بشه پول حسابدار پول مشاوره مشاوره بیزنسی مشاوره املاک وکلا بعد همین رو آماده شما بکنید که بتونه که جوابگوی شما باشه در موردش اینو فکر بکنید که آیا اگر کنسول آمریکا رد کرد شما رو حاضری که 40 تا 50 هزار به بسوزه اون سال شما باید جواب بدید و ببینید که آیا معقول هستش برای شما همسرتون که این کار انجام بدین یا خیر و همیشه من تو برنامه‌ام گفتم پل پشت سرتون رو خراب نکنید و اطلاعاتی که به شما داده میشه در مورد بیزنس ها و تجارت های مختلف رو نگاه بکنید در ایالات متحده هر گردی گردو نیستش باید ببینید که اون 200 هزار دلاری که به شما دارن که بیزنس میخوان بدن آیا میتونه که فردا پشتیبانه مالی شما باشه یا نه آیا میتونه که فردا به جوابگوی شما باشه یا نه سرمایه گذاریی که دارید میکنید باید به شما حقوق بده باید بتونید که روش حساب بکنید آیا این همون چیز هستش که شما دنبالش هستی یا نه این فکرها رو اگر که بکنی و جوابش رو بتونی بدی بعد میتونی که بر حسب اون قدم های درست رو برداری خانم فاطمه میگه که من هدفم مهاجرت آمریکاست دایم چهل سال نیویورک هستش فوق دکترهای شیمی من خودم 26 سال مترجمی خوندم من اگر بعد از ازدواجم برای مهاجرت اقدام کنم با چه دیزایی سریعتر هست کل سرمایه من 200 میلیون و شوهرم با با باید و شوهرم باید سرمایه داشته باشد داشته باشه هنوز مجردم با چه ویزایی سریعتر مهاجرت میتونم کنم ویزای سرمایه گذاری یک میلیارد و نیم هم هست رو هم نمیتونم حساب بکنم شما همون ویزای یه دو رو میگین ولی خانم فاطمه با سرمایه 200 میلیون تومن نمیتونید که شما واجد و شرایط خودتون رو بکنید برای این ویزا چرا چون که قانون آمریکا میگه که سرمایه گذاری قابل توجه باید باشه و سرمایه گذاری قابل توجه قاعدتا باید بالای 150 دیویست هزار دلار باشه و کیس هایی که پرونده هایی که بوده کنسولگری آمریکا قبول کرده اونها رو نشون میده از طریق دایی شما هم به نظر من نمیتونید شما کاری انجام بدین دایی, دای برای خواهر زادش نمیتونه که درخواست گرین کارت انجام بده آقای اسم ندارم میگن که من در ایران هستم همسر و فرزندی دو ساله دارم سواد و حرفه ندارم سرمایه هم یک واحد تجاری شرا... شراکتی که سهم من یک میلیارد می باشم. از چه طریقی میتونم پا به خاک آمریکا بذارم از طریق آقای داوود آقای داوود از طریق آم... اه... ببینید فرق گفتین که شما داوود اه... شما میتونید که از طریق ای دو وارد بشی ولی من نگرانم ولی من نگرانتم اگه تمام زندگی یک میلیارد تومن هستش و فرزند داری شما و همسر داری یا فرزند دو ساله به نظر من کار درستی نیستش چون که ایه دو اقامت نیست ویزای دو ساله است که اگر که اون تجارت بگذره به دو سال دیگه انجام میشه به دو سال دیگه به گیرین کارت تبدیل نمیشه و اینا خیلی از دوستان میگن که آیه کاملی ما با ویزای ای دو میایم 700 میلیون تومان میذاریم یه بیزینس خوب میگیریم و بعد این بیزنس رو رشدش میدیم برسه به 1.5 میلیارد تومان که بتونیم گیرین کارت بگیریم دوستان از نظر تئوری خیلی قشنگه از نظر کتاب نوشتن خیلی قشنگه ولیکن اگه کسی میدونه بیزینسی که با 700 میلیون تومن تو آمریکا نه ایران تو آمریکا شما شروع بکنی و بعد از سه سال چهار سال ارزش آن بیزینس و اونقدر درآمد داشته باشه که بشه 500 هزار دلار یک و میلیارد تومن من با شما سرمایه گذاری میکنم تو آمریکا وجود نداره و خیلی سخت همچین تجارت هایی رو پیدا کردن و بر حسب همین هستش آقای داوود به نظر من بر اطلاعاتی که شما دادین من راهی حلی برای شما ندارم از طریق سرمایه گذاری و فکر نکنم ویزای ای دو بتونه که در جوابی شما باشه و همین روی سخنم میکنم به خیلی از عزیزان که ویزای ای دو میخوان اقدام بکنن از کسی که حالا من این ای کمی براتون بهتر بکنم که بهتر انجام بدیم آقای محمد که میگن که 100 هزار دلار پول دارن از طریق فروش یک آپارتمان آقای رضا که میگن مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی دارن بخوام در, در اینجا دفتر بازرگانی صادرات تاسیس کنم چگونه هستش الان برمیگیم در مورد اینو صحبت میکنیم آقای مسعود 49 سالشونه متأهل دارای دو فرزند یک پسر 15 ساله و یک دختر آم 200 هزار دلار سرمایه دارن و میخوان بدونن که آیا میتونن که اینجا گیرین گیر این کارت یا ویزای کار بگیرن پوریا 150 هزار دلار سرمایه داره 37 سالشه و دو فرزند داره رامین با ویزای یه دو میخواد بیادش و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی داره نگفته چقدر سرمایه مهناز 48 ساله پزشک عمومی با 24 سال سابقه کار همسر 55 ساله فوق لیسانس رشته فیزیک پسرشون 13 ساله و دانش آموز هستند دارن فکر میکنن که بعد از بازنشستگی به ایالات متحده بیان نگفتن از طریق سرمایهشون چقدر هستش ولی خانم مریم میگن که در مورد ای دو میخوان بدونن همسرشون و خودشون 28 ساله ساکن کرج مهندس عمران جزو هیئت مدیره در مورد ویزای ای دو اطلاعات میخواستند در مورد این که بتونن که اینجا شیرینی و کافی شاپ بزنن چگونه هستش خانوم نازی 45 هزار دلار دارند که میخوان سرمایه گذاری کنن امیر 48 ساله متعهل دارای یک پسر 12 ساله 11 سال در هلند ساکن بوده و پاسپورت هلندی دارن و میخوان بدونن که سرمایهشون در فای 360 هزار, هزار دلار هستش چه کاری رو باید انجام بدن سارا در مورد ویزای ای دو راهنمایی میخوادش متعهل هستن فرزند 16 ساله دارن مریم فیزیوتراپیست کارشناس ارشد همسرشون لیسانس صنایع غذایی در مورد ای 2 حمیدرضا در مورد ای 2 اطلاعات می‌خواد آرمین در مورد ای 2 یک و میلیارد تومن سرمایه دارن 36 سالشونه و هود 200 تا اگه بخان سرمایه‌گذار هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌تونن بکنن فرامرز ای 2 150 هزار دلار دارن در مورد یکی از دوستانشون پیشنهاد دادن که آم صد درصد یک تونه فروش سالیانه رستوران معتبر 24 ساعته رو به 150 هزار دلار بگیرن همسرم و دو فرزند زیر 21 سال دارن و آقای نمیدونم آقای خانم ولی گفتن که رابطه با ویزای ای دو چطور محسن آقای محسن گفتن که ویزای ای 2 چگونه میتونم که اطلاعات بگیرم تمام این پرونده ها تمام این اشخاص تمام این خانواده ها چه چیزی رو با هم شریک هستند متعهل فرزند زیر 21 برای آینده بچه با ویزای ای دو میخوان بیان سرمایه طرف های 400 هزار دلار و پایین هستش کسانی که سرمایهشون زیر 150 هزار دلار هستش به نظر من برای ویزای ای دو قدم بر ندارید کسانی که مجرد هستند و میخوان بیان آمریکا که ویزای ای دو رو بگیرن یک تجارتی رو بزنه یاد بگیره اینجا تجارت چگونه هستش مثلا یا آقایی بودن که پیتزا فروشی رو اومدن اینجا در, در طرف های دهه 2000 یاد گرفتن که ویز دامینوس پیتزا یا پیتزا فروشی هایی که دلیوری میکنن چگونه هستش بعد از اون برگشش ایران خودش برای خودش تجارت زد ویزای ای دو برای اون اشخاص خوبه ویزای ای دو برای کسایی که متأهل هستند برای کسانی که برای کسانی که میخوان که از طریق ویزای ای دو بیان اینجا و فردا بتونن که بمونن به نظر من بسیار سخت و دشوار هستش و عزیزان این رو بدونید ویزای ای دو رو به شما یک بار اجازه ورود میدن چون پاسپورتتون ایرانیه دفعه بعد که بخواین بیاین آمریکا به ایالات متحده باید دوباره وایسین کنسولگری آمریکا دوباره ویزا بگیرید خود این ایجاد مشکل میشه خود این برنامه ایجاد میکنه که شما نتونید که اگر که کنسول آمریکا به شما دوباره ویزا نده نمیتونید که وارد ایالات متحده بشید و این خیلی مهمه که شما روز اول اینها رو بدونید دوستان بدونید این مسائل رو و کسانی که ویزای ای دو میخوان بگیرن مثل شخصی که پسر 16 ساله بود مثل اشخاصی که بچاشو 15 14 ساله هستش سوال من از شما این خواهد بودش که با ویزای ای اومدی یه هم شما تمدید کردین بچه‌تون شو 20 بچهتون بالای سن 21 بشه و نتونید شما که گرین کارت بگیرید اون بچه هم حالا شده شما شدین الان دو تا پرونده یکی فرزندتون که بالای سن 21 یکی شما و همسرتون و بچه های زیر 21 دیگر بدین جهت این چیزها رو من خدمتتون میگم که شما از روز اول فکر کنید ویزای ای خیلی قشنگ نظر تئوری هستش خیلی قشنگه ولیکن مشکلات تجارتی که میگین شما که یه نفر میخواد به شما رستوران بفروشه و 150 دلار بگیره چرا اول میخواد اون رستوران فروخته شه دو مدارک مالی شما شما دیدین سه یه نفر بهش نظر داره اینکه فقط ای دوستتون گفته این خوبه چهار حسابداری شو مسائل قانونی شو اینا رو کسی چک کرده اینا رو شما باید چک بکنید اول طرح توجیهی شو باید ببینید این آقای که سر هزار ران میخواد این بیزنس رو بفروشه با چند شروع کرده بوده چگونه شروع کرده بوده اینا رو شما باید ببینید بدونید هر گردی به خدا گردو نیستش دقت کنید به این جهت وقتی که این برنامه ها انجام میشه به زیبایی و سادگی شما میتونید که خیلی راحت قدم ها رو درست بردارید که بتونید هم که حواستون باشه که اومدین آمریکا چی میشه من پرونده دیدم که زن و شوهر وارد آمریکا شدن و بعد زن خواسته که برگرده ایران شوهر خواسته برگرده به خاطر مسائل کاریش برگرده ایران نتونستن دوباره برگردن نصف خانواده آمریکا نصف خانواده ایران دقت کنید اینا چیزهای ویزای ای دو هستش که در باید فکر کنید ولی حالا برگردیم مسائل خوب هم صحبت کنیم ویزای ای دو وقتی به شما میدن اگر شما هدف نداشته باشین برین به ایران و برگردین همینجا رو بگین آقا من اینجا میمونم زن و شوهر هستین <تصفح> باید ببینید که کدوم یکی از شماها شانس پیدا کردن کار در آمریکا هستش مثلا یکیتون فیزیکال تراپی خونده یکیتون مهندسی عمران خونده فیزیکال تراپیسته بیشتر شانس ممکنی داشته باشه کار پیدا کنه یک سال بعد برگرد دوره ها رو برداره و, و اینجا اجازه ها رو بگیره به کسی که ویزای ای دو میگیره بهش اجازه ی کار میدن که در آن تجارت کار کنه بسیار نیست به همسر آن متقاضی اجازه ی کار میدن که هر جایی بخواد کار کنه خب این خیلی خوبه ما باید ببینیم که آیا اون همسر متقاضی میتونه فردا کار فرمایی پیدا بکنه که فردا آن کار فرما بتونه که گرین کارت براش بگیره دقت کردین؟ پس یکی از راه های ویزای ای دو برای کسایی که متعهل هستن اینه که باید نگاه بکنن کدومشون شانس دارن که ویزای ای دوشون رو بگیرن و اون یکی کدوم شانس داره که کار پیدا کنه در ایالات متحده که بتونه حداقل شانس خودش رو از طریق برای گرفتن گرین کار از طریق شغل جدیدش انجام بده این کار معقوله و آیا و آیا اگر شما با ویزای ای دو بیای آمریکا در اون زمان که در ایالات متحده شما هستید آیا کاری که شما دارین انجام میدین اونجا جوابگوی خرج خانوادهتون خواهد بود آیا فقط 150 200 هزار دلار گذاشتین شما که وارد آمریکا بشین و فردا بخواین همون تجارت رو بفروشین فروش نمیره به همون قیمت این سال یک حسابدار یک مشاور املاک باید صحبت کنه یک نفری که فاینا... بهش میگن فاینانشال ادوایزر مو... مشاور مالی باید صحبت بکنه بدین جهت قبل از اینکه برای کسایی که ویزای ایدو میخوان بگیرن قبل از اینکه تجارتی رو قلنامه کنید وقت بذارید یه ماه دو ماه سه ماه پیدا کنید تجارت خوبو هر چیزی که دوستم و داییم و عموم و پسر خالم گفت تو آمریکا یا این تجارت تجارت گله گله خودت بخر خودت بخر وایسید تجارت های مختلف رو نگاه بکنید خوبیش و بدیش رو نگاه بکنید و یادتون نره خیلی از تجارت هایی که مغازه هستند، رستوران هستند، کافی شاپ هستن اینها صاحب ملک به کسی که خارج از کشور هستش اجاره نمیده تبدیل اون اجاره که الان به اسم یک نفر آمریکایی هست و به اسم شما سخته اینا رو پیدا بکنید تجربه های ما رو که رایگان در اختیار شما داریم میذاریم استفاده بکنید و بر حسب این استفاده ای که میتونید که شما انجام بدید که نگاه بکنید اطلاعات رو داشته باشید میتونید که درست تصمیم بگیرید قدمتون رو درست بردارید و خیلی شما باید دقت بکنید در مورد این مسائل در مورد اینکه آیا این برنامه شدنی هست یا خیر آیا این برنامه ای که من بیام ویزای ای دوم رو اقدام بکنم بعد حسب ویزای ای دوم من برم جلو و بر حسب ویزای ای دوم من وارد آمریکا بشم آیا این عملی هستش الان یا نه آیا درسته این کار من آیا من میتونم گرین کارت رو بگیرم کدوم یکی از ماها زن و شوهر ممکنه که بهتر بتونیم که کار پیدا بکنیم اینا رو دوستان که شما روز اول بدونید و ای دو ممکنه خوب باشه ولی برای هر کس نه پولای پشت سرتون رو همیشه خراب نکنید همه رو نمیتونید خراب کنید شما شانس شکست در هر بیزنس و تجارتی هستش خودتون نگاه کنید توی ایران چقدر در کشور خودتون هستش دور و نگاه کنید چند تا مغازه ممکنه که بر شکست بشن خب نگرفته نه اینکه آدمای بدی باشن در مورد اقتصاد ندونن نگرفته همچین چیزی هم در ایالات متحده ممکنه که وجود داشته باشه از طریق ویزای ای دو ما الان کاری که داریم میکنیم دو ماه دیگه یک سمیناری داریم میذاریم چند تا بیزنس هایی که ممکنه که خوب باشه داریم خدمت شما میاریم نگاش بکنید یاد بگیرین ازش قدم بردارید به غیر از اون اگر که شما دقت بکنید در مورد گرین کارت سرمایه گذاری گرین کارت سرمایه گذاری رو برای اشخاصی هستش که میتونن که رو خودشون سرمایه گذاری بکنن 500 هزار دلار سرمایه گذاری رو خودشون انجام میدن و این 500 هزار دلار رو میتونن که بیان در ایالات متحده و ده تا کار ایجاد بکنند پس از روز اول شما باید بدونید یا اینکه چند تا از شما عزیزان 10 تا 20 تا 15 نفرتون با همدیگه جمع میشین یک تجارتی رو با همدیگه انجام میدید اون هم شدنی هستش یادتون نره گرین کارت سرمایه گذاری یا رو خودتون میتونید سرمایه گذاری کنید یا رو مراکز منطقه یا سه چهار تا سرمایه گذار از فامیلتون میتونید که با همدیگه سرمایه گذاری بکنید انجام بدید این کارا رو از این طریق شما میتونید که قدم رو درست بردارید که به جایی که بخوایم برسین برسید اطلاعات جمع کنید ما تقریبا هر چهل روزی بار توی امارات یه سمیناری میذاریم برای ای بی برای ای 2 اون اون سمینارا بیاین ارزش داره برای زندگیتون 24 ساعت 48 ساعت زمان بذارید 500 دلار 600 دلار خرج کنید بین ببینید همه آشنا بشین سوالایی که دوستانی میپرسن توی اون سمینارها عالیه عالیه من در خوشحال هستم اون سمینارها که سوالی که میشه و فکر کنم که توی تیم بچا زحمت میکشن و زمانهای اون سمینارها رو میذارن که بتونید که ملاقاتی داشته باشید برنامه سرمایه گذاریتون در ایالات متحده در مورد تجارتی که میخواید انجام بدین بدونید و ریسک رو بدونید که اگر که ویزا به من ندادن چی میشه اگر که من کنسولگری رد کرد چی میشه همه اینا رو بدونید از اینکه وقتتون به من دادین متشکر هستم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم برای شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی